تقریبا تمومیم مرحله ای که روبیان رز رو نصب کردیم ما چند تا تکس ادیتور داریم که میخوایم یه کدومش رو که خوب هست و از نظر خودتون انتخاب بکنید و ازش استفاده بکنید تکس ادیتورهایی که به نظر من خیلی خوبه اولیش که من خودم ترجیح میدم سابلایم تکس هستش خودتون میدونید که من سابلایم تکس رو با گیت هاب اتم گیت هاب مقایسه کردم با تکست میت هم مقایسه کردم تکست میت هم دارم که دومین تکستیتوری هست که خیلی دوست دارم ازش استفاده بکنم تکست هست تکست به صورت ای دی هست که خیلی از جز... نمیدونم آیدی یعنی چی ID یعنی Integrated Development Environment که بهش میگن ID که مردم سر این آید ها قسم میخورن و حاضر نیستن که با هیچی عوضش بکنن آیدی های مهم دیگه ای هم هست مثل کمودو نمیدونم نت بینز روبی ماین که من خیلی دوست دارم حالا روبی ماین رو الان ممکن ازش استفاده نکنیم ولی در آینده حتما ازش استفاده خواهیم کرد مثل آ... خیلی چیزای دیگه مثل همون مثلا نت که اگر شما دوست دارید مثلا ازش استفاده بکنید زمان قدیم نت بوده قبل از اینکه حتی ریلز بیاد به بازار و خب برنامه نویسا هنوز دارن با نت کار میکنن هیچ مهم نیست هر کدوم که دوست دارید ازش از از استفاده بکنید ولی ما از سابلایم تکس استفاده خواهیم کرد قبل از اینکه روبی ماین رو هم ما به شما نشون بدم چطوری میتونید ازش استفاده از از بکنید از بریم این سابلایم تکست رو از کجا دانلود بکنیم به این صورت سابلایم تکست میتونید تایپ بکنید داخل آدرس بارتون و شما رو میاره به صورت به اینجا سابلایم تکست خیلی ایتور قوی هست میتونید میبینید که همینجا که داره خوش میده چند تا تکست رو مثلا با هم عوض میکنه و کارهای خاصی زیادی رو انجام میده میتونید دانلودش بکنید مجانی میتونید استفاده بکنید تا هر چقدر که دلتون بخواد اما هر موقع خواستید سیو بکنید یه پاپاپی همیشه شما رو اذیت میکنه میگه شما باید اینو بخرید خریدنش هم تقریبا فکر کنم 70 دلار هست اینجا میبینید که داره اینجا به ما نشون میده بعد از اینکه دانلود کردید نصب کردید سابلام تکس اینجوری باز میشه میتونید پوستش رو تغییر بدید پوسته های زیادی داره پوسته ای که خودتون دوست دارید میتونید انتخاب بکنم پوسته ای که دوست دارم اسمش هست به این صورت کرویر یا K-U-R-O-I-R یا آخرش هم آی داره یه پوسته خیلی جالبی داره میتونید زبونتون رو اینجا انتخاب بکنید شروع بکنید مثلا باش کار بکنید مثلا من ریلز رو بزنم اینجا میتونم با روبی آن ریلز شروع بکنم کار بکنم و بهش کد کالرینگ میده فهمیدید و خیلی راحت میتونید باش این کار رو انجام مثلا میگم دف فانکشن استفاده میکنم ازش استفاده حالا ما میایم مرحله آخر دی آیتم رو باز میکنیم اینجا اینجا من اینجا تایپ میکنم مرحله آخر اکو میخوام بکنم پث رو dollar sign path و اینجا میخوام داخل این بین که آخرش بین داره نوشته user local بین که اگر من بخوام پیدا کنم user local بین هستش بزارید ببینیم اینجا هست user بین local یه مقدار پیدا کردنش سخته ولی خب سعی میکنیم رو پیدا کنیم اینجا یه دایرکتوری هست یوزر می میبینید که بعد از این ما اسکریپت بزنید پیدا کنید یوزر local پر بین یوزر local پی 5 روبی و بعد اسکالا و بعد اینجا یوزر local بین این پرت هستش پیدا شده خب بعد اینو بکشیم اینجا و بتونی این اینجا ازش استفاده کنی یه برنامه خیلی کوچیکی هست داخل سابلایم تکس که میتونه این کارو برای ما انجام بده چه برنامه ای هست الان بهتون میگم سفر خالی میکنیم اینجا اینجوری تایپ میکنیم که من دارم بهتون نشون میدم حالا میگیم اگر بخوایم تایپ بکنیم این رو تایپ بکنید ln s و بعد اینجا داخل این دابل کوتش اینجوری تایپ میکنید تایپ میکنید اپلیکیشن حتی اینجا تایپ بکنیم خیلی موازه باشید اپلیکیشنز تب رو میزنم سابلایم تکست سابلایم تکست اپ خب و بعد اینجا میزنم کانتنت حتی با اگر دیدید جواب نمیده وقتی تبر میزنید میبینید که با اسمال ببینید اگر من با اسمال بنویسم اسمال لتر وقتی تب رو تبر رو دارم میزنم جواب نمیده پس سی رو بزرگ می کانتنت خوش تبر میزنید کامل میکنه و بعد اینجا تایپ میکنید شیرد. شیرد سپورت و بعد سلاش بین بین و بعد میاد تایپ میکنید سیو بی ال خب بی ال بعد با فاصله میاید اینجا تایپ میکنید user r یا user و اول اسلش رو میذارید اینجا و بعد تایپ user used r وگرنه نمیره بعدش بعد میگید که local و بعد bin و میگید که sub_l رو بیا اینجا برای من چکار بکن بندازید وقتی که من اینتر رو زدم الان هر چیزی که من بخوام از داخل کامند لاین بیارم بالا فقط باید تایپ بکنم sub_l و بعد تایپ بکنیم مثلا بش پروفایل یا میاد که با نانو چیز میکردیم ادیت میکردیم وقتی اینو اینتر بزنم الان این که با سابلم تکس میاد بالا این بش پروفایل و ما میتونیم ادیتش بکنیم بدون اینکه بخوایم بریم اون رو ببینیم یا مثلا تایپ میکنم اس یو بی ال تایپ میکنم بش پروفایل بش اندرسکور پروفایل بکاپ یا هر چیزی میتونید قشنگ اینجا ببینید مثلا من ال رو میزنم مثلا میخوام تایپ بکنم یه بش پروفایل های دیگه هم داشتیم که من بکاپ کرده بودم میبینید دات بش پروفایل دات باکاپ. اگه بخوام بزنم میتونم این راحت با subl یو بی ال بیارم اینو بالا دات بش اسکور پروفایل دات بکاپ میاد بالا میبینید با به اصطلاح چی میاد بالا با سابلاین تکست پس اینم از این و آخر هم این که بچه این اپلیکیشن سابلایم تکس و تکس خیلی خوبه برای ما کفایت میکنه خیلی خوبه ولی آیدی داریم که من خیلی دوست دارم این آیدی مثل پی پی میمونه که اسمش روبی ماین خب وقتی این روبی ماین رو بزنید این بالا میاد بالا بعد نیست که این رو هم به شما بگم اگر فکر میکنید که سابلایم تکس برای شما کافیه میتونید این ویدیو رو استاب کنید و برید ویدیو بعدی و اینجا دیگه مبحث نصب به اصطلاح روبی توی مک به پایان رسید میتونیم بریم شروع کنیم کار کنیم ولی روبی رو آن چه اپلیکیشنی روبی مان اپلیکیشنیه که میتونید باش روبی آن رو خیلی خوب بسازید ولی مسیرهای رو باید بدونید اول آیتم رو من باز میکنم برای اینکه از شما مسیر میخواد و یه مقدارم بزرگ میکنم که شما ببینید و اینجا ما چند تا دستور رو اینجا اجرا میکنیم برای استفادهش باید بدونید که اینجا میکنید ویچ روبی اینجا یه دونه دیگه تایپ می‌کنم rails اگر این دوتا تا مسیراشون تا اینجا شبیه هم نبود این دوتا تا خب روبی ماین میاد به شما ارور میده بخاطر اینکه روبی ماین از شما انتظار داره که مسیر روبی و ریلز یه جا باشه اگر آر رو نصب کرده باشید این, کار ارور دیگه به شما نمیده ولی اگر مثل من آر رو نصب نکرده باشید بعد بیاید یه دونه سیم لینک درست بکنید یا یه شورتکات درست بکنید این یعنی چی یعنی اینکه باید روبی و ریلز توی مسیر باشن مثلا توی استک اوورفلو یه همچین چیزی نوشته یه همچین راهحلی رو نوشته که میتونید پیدا بکنید روبی مان ارور انیبل تو ران جم ریلز کانات فایند ریلز یه همچین اروری داد به شما این لینکشه که میتونید برید پیدا بکنید این لینک بالا میتونید ران بکنید و همچین چیزی میاد بالا خب که من هم یه امتیاز به این میدم اینجا نوشته که چی نوشته که به خاطر اینکه مسیرها اینا یکی نیستش میتونید یه سیم لینک درست بگیرید اینجا بنویسید سودو خب ال ان. وقتی که مسیرا اینا رو پیدا کردید مسیرا رو اینا رو اینجا بنویسید سودو ال ان. و بعد اینجا چی نوشته نوشته داش اس همون که مس... همون که من به شما گفتم جلسه پیش یا همین جلسه در... برای تکس اینجا مسیر ریلز رو نگاه بکنید می نویسید اینجا پس من می چی؟ ریلز پث وقتی اینو نوشتید میاد اینجا یه فاصله میدید اینجا می روبی پث اینجا مسیر روبی پث رو می نویسید. تا اونجایی می نویسید که چی؟ خود ریلز آخرش اینجا قرار نمیدیم اینجا مثلا آخرش روبی داره خب اینجا آخرش روبی داره می‌بینید. این روبی رو اینو رو دیگه قرار نمیدید مسیرش تا اینجا تا بین قرار میدید و اینو قرار میدید دیگه تا اینجا قرار میدید دیگه روبی رو قرار نمیدید نه همینجور مسیرش رو تا ریلز می نویسید دیگه برقرار نمیشه وقتی این کارو کردید دیگه اون ارور رو به شما نمیده حالا بنابراین من میام اینو باز میکنم اینجا تا اینجا میذارم کریت نیو پراجکت و اینجا میذارم ریلز اپلیکیشن به من میگه اینو زدم اینجا میزنه جفت SDK ها رو پیدا میکنه یه روبی دارم که اپل برام ریخته یه روبی هم دارم که خودم ریختم این رو کلیک میکنم میگه ریلز ورژن ورژن هم, هم داخل این هستش داخل همون جایی که من روبی رو رختم هستش 4.2.3 انتخاب میشه میگه ریلز تمپلت. اگر تمپلت رو به شما نداد میاد اینجا تایپ میکنید گفتم دوباره آی ترم خب اینجا تایپ میکنید which rails و اینجا مسیر این ریلز رو برمیدارید خب همینجا میاد اینجا به جای این پیستش میکنید اگر این اعمال نکرد میتونید همون چیزی که پایین داره رو انتخاب بکنید دو تا دیگه پایین داره انتخاب بکنید مسیر جایی که میخواد اپلیکیشن اجرا بشه رو انتخاب میکنید کرییت رو میزنید کرییت رو که زدید یه مقدار طول میکشه میبینید که اپلیکیشن به همین سرعت ساخته میشه و داره ران میشه میبینید پس این روبی ماین میبینید چقدر قشنگ اینجا ران میشه هر اپلیکیشنتون اینجا نشون داده میشه ران میشه و شما دیگه به کامند لاین هم تا احتیاج دیگه نخواهید برای ما این مقدار زوده برای اونایی که دارن روبی ران رو الان تازه دارن یاد میگیرن پس این داره هنوز ران میشه میبینی که داره پر میشه و این اپلیکیشن میاد بالا که مود و ویو کنترلر همش داخل اپ هستش و میبینی که این داره پر میشه و ما هم داره پر میشه و از شما باندلر هم میخواد و این به همین راحتی جم فایل اینستال شد اینستال شد و این هم اینستال شد این مشروط به این هستش که شما چی داشته باشید اگر من این رو ببندم create new application بزنم شما جم رو اینستال کرده باشید اگر اینستال نکرده باشید باندلر رو پیدا نمیکنه و اگر من جم رو برای روبی دو دو اینستال کردم پس من میبینید که باندلر نسبه باندلر نصب هستش و همه چی رو من برای روبی دو مایز دو, دو اینستال کردم وقتی که این رو انتخاب میکنم همه اینا فعال میشه وقتی اگر برای شما فعال نشد یعنی چیزهایی که من گفتم رو نصب نکردید مثل ریلز ریلز برای روبی دو نصب نیست باندلر هم برای روبی دو نصب نیست اما به محض که دو ممیز دو ممیز دو رو انتخاب میکنم میبینید که نصبه و همه اینا میاد بالا پس این هم از روبی روبی ماین